درود دوستای خوبم، هنگامه هستم با آشپزخونه من. خوش اومدید، امیدوارم کلی حالتون خوب باشه، کلی انرژی خوب داشته باشید. دارید این ویدیو رو میبینید، امروز اومدم چی درست کنم براتون؟ کیک گیلاس. فصل گیلاسه، من خودم بستم به گیلاس. امروز میخوام کیک گیلاس درست کنم، یکی که خیلی خوشمزه است. بچه من کیک خیلی دوست دارم، این کیک هم از کیک های مورد علاقه خودمه، به خاطر اون امروز آوردم براتون درست کنم، کلی با هم دیگه حال کنیم. بریم این ویدیو رو ببینیم. قبل از اینکه ویدیو رو ببینیم، ویدیو رو لایکش کنید، با دوستای خودتون به اشتراک بذارید. بریم این کیک گیلاس خوشمزه رو درست کنیم. برای درست کردن کیک گیلاس، دو تا تخم مرغ کامل، اندازه یه قاشق چای خوری بهش وانیل شکری میزنم. بچه اگه وانیلتون خالصه، نه که قاشق چای خوری وانیل بهش اضافه کنید. 3/4 پیمانه شکر، من همه اندازه هام با پیمانه های اندازه گیری استاندارده. حالا در حد اینو میزنیم. من قبلا در مورد کیک توضیح دادم بچه ها، اندازه این میزنیم، اندازه 6-7 دقیقه من اینو رو با هم دیگه میزنم تا کامل کرمی و روشن و حالت خامه ای بشه. بچه ها تخم مرغ شکرم رو زدم، به این حالت رسید. حالا بهش نصف پیمانه کره آب شده بچه ها، کره که آب کردم گذاشتم ولرم شده، به دمای محیط درمده بهش اضافه میکنم. دوباره در حد مخلوط شدن فقط همش میزنم. حالا نصف پیمانه بهش شیر، همه موادم رو گذاشتم از نیم ساعت یک ساعت قبل بیرون، به دمای محیط درمده بدن دارم استفاده میکنم. حالا بچه ها اندازه 1.5 پیمانه میگم استاندارد اندازه گیری آرد شیرنی پزی علک کردم، اینجا بهش 1 پنسه نمک اضافه میکنم. بعد 2 قاشق غذاخوری هم نشاسته ذرت. خب آردتون رو حتما قبلش علک کنید بچه ها، این خیلی مهمه تو کیفیت کیکتون. این رو هم میزنم. حالا بهش هم اندازه 1 قاشق مربخوری هم بیکینگ پودر اضافه میکنم. توی 2-3 مرحله به مایه کیک هم اضافه میکنم آرد رو. کم اضافه میکنم، میگم توی 2-3 مرحله با همزن دستی یا با دور کند همزن برقی هم میتونید استفاده کنید. حالا در حد فقط مخلوط شدنش بچه ها نگاه کنید، در این حد میزنم، سری بعد رو اضافه میکنم، یعنی یه سری دیگه دوباره بهش آرد اضافه میکنم در همون حد. خب بچه ها غلظت مواد رو ببینید، غلظت یعنی مایه کیکم رو میبینید، نه خیلی شله نه خیلی سفته. حالا اندازه 1 پیمانه من اینجا گیلاس دارم بچه ها، گیلاسامو شستم خشکشون کردم، هستهاشو گرفتم، اندازه 1 قاشق غذاخوری من از این آردی که برای داخل مواد بود نگه داشتم. خب اندازه من هر گیلاس رو خودم 4 قسمت کردم، از وسط نصف کردم، هستهاشو جدا کردم، هر کدومم که 2 قسمت دیگه کردم 4 تا قسمت. بعد من به این آرد میزنم به خاطر اینکه تهنشین نشه توی کیکمون. اینا هم میزنم، حتما گیلاساتون خشک باشه، این خیلی مهمه که گیلاس خشک باشه. اینا میریزم خیلی آروم در حد مخلوط شدن کیکم با این گیلاسا همش میزنم. کف قالبم رو بچه ها چربش میکنم. خب اطراف قالبم یه خورده چرب کنید، بعد توش کاغذ روغنی هم میندازم، البته کاغذ مخصوص آشپزی و شیرینی پزی. بعد من همینجوری که بچه اینو بریزم توی مواد کیکم رو بریزم تو قالب، یه توضیح در مورد کیک های میوهی بهتون بدم. این کیک های میوهی شما هر کاری که کنید یه بافت نرمی داخلش هست، یعنی خمیری نیستش اون بافت، فکر نکنید که خمیره، چون میوه رطوبت داره، به خاطر اون کیک ما از کیکی ساده‌ای که میپزیم رطوبتش بیشتره، یعنی داخلش مخصوصا اطراف اون میوهی که داریم استفاده میکنیم مرطوب تره، این خاصیت کیک میوهیه. ولی پختش خیلی مهمه، حتما باید بذارید خوب بپزه. حالا من این مایه کیکم رو کامل میریزم توی
قالبم. حالا بچه ها من کیکم مواد کیکم که ریختم تو قالب، برای دیزاین روش اندازه 7-8 تا دونه گیلاس رو از وسط دونست میکنم، هستاشو در میارم میذارم روش، فقط برای دیزاین روش. میتونیدم نذارید، اون دیگه سلیقه شماست، به خاطر اینکه شیکتر دیده بشه من این کار رو انجام میدم. بعد کیک های میوهی کلن خیلی زیاد پف نمی کنن، فکر نکن که خیلی پف خیلی زیادی داره و چیز میشه. بعد قالبتون رو یه جوری انتخاب کنید که چی میگن، کیکتون خیلی حجیم نشه، چون این کیک میوهیه خیلی دیر میپزه اونجوری. اگه این کارو بکنید توی قالب کوچولو بریزید، مثلا میبینید اونی که برای توی 45 دقیقه بپزه 1 ساعت و نیم طول میکشه پختش. همیشه دقت کنید توی پخت کیک. خب بچه، حالا کیک هم میذارم داخل فر 180 درجه که از 1 روب 20 دقیقه قبل روشنش کردم، حسابی گرم شده. اندازه 45 دقیقه کیک هم میمونه داخل فر، یعنی خودتون چک کنید نسبت به دمای فرتون. حالا من میذارم بعد از پختن نشونتون میدم. خب بچه ها، کیکمون پخت آماده شد، اطرافش رو با یک کارت آزاد میکنم، قالب درش میارم، میذارم توی ظرف سربم. گذاشتم البته خنک شده بچه ها، بعد بهتون برش میزنم و نشونش میدم کیک خوشمزه رو. خب دوستان، امروز خیلی ساده و شیک با هم دیگه کیک درست کردیم، شیرینی درست کردیم، خیلی کیک خوشمزه یه دیگه. حتما درست کنید، بهتون پیشنهاد میکنم حتما درستش کنید. فصل گیلاس میخوام، یکی از خوشمزه ترین چیزایی که میتونیم درستش کنیم. همه این نکته هایی که میشد در موردش بگم رو گفتم، چیز خاصی در موردش فکر نمیکنم مونده باشه، ولی بازم اگه سوالی داشتید حتما تو کامنت ها بپرسید، من جواب میدم بهتون. اگر دیر جواب میدم به خاطر اینکه سر کارم، بعد که اومدم خونه دسترسی دارم به اینکه بتونم این بهتون جواب بدم. بعدش هم که کلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید، ویدیو لایکش کنید، با دوستای خودتون به اشتراک بذارید، سابسکرایب کانالم یادتون نره، ویدیو بعد هم دیگه رو می‌بینید.